باز خدا جان من مشکل دارم با این. اوکی الان خوبه فکر کنم. خوبه؟ تو این چند روز یک اتفاقایی برای من افتاد که من خواهم همه بهتون تعریف کنم و من اینطوری بودم که فکر کنم چشمشی چیزی خورده. ببین من خیلی آدم خرافاتی، یعنی اگه یه روز یه جا یکی تو من رو دیدین نزدیک و داشتم چاخان میکردم که من اصلا خرافاتی نیستم فلان و اینا، دروغ داشتم میگفتم. اصلا من خیلی خرافاتیم. تازه الان خیلی بهتر شدم. بچه ترکه بودم افتضاح بود. یعنی اصلا الان که فکر میکنم یکی از چیزایی که روش خیلی حساس بودم این بود که یه دقیقه من چیز شدم، انسان به شدت تکبودی هم هستم، نمیتونم از زمان چند تا چیز به بهترین شکل تمرکز بکنم. میشه سر نخوری؟ بچه ترکه بودم یکی از چیزهایی که خیلی رو مغزم میرفت دستمال کاغذی بود. یعنی مثلا من هر جا دستمال کاغذی میدیدم رو زمین، تو خونه هر کی، هر جا اگه افتاده بود رو زمین من باید اون دستمال رو بر میداشتم. اینطوری بودم که اوکی اگه این دستمال رو بر نداری یه اتفاق بد بیفته. و اصلا دیوونه میوونه بودم، نمیفهمم واسه این چی دستمال کاغذی، دستمال یکی دیگه اومده انداخته رو زمین. حالا تو مثلا بکن این مال کسی که بقیه انداختن رو خودم امکان نداشتم که مثلا کار بکنم. مثلا یه چیز افتضاح. یا مثلا این چیزی که الان میخوام براتون تعریف کنم هنوزم هست. یعنی مثلا دو سه ماه پیش اینا یکی در خونمون رو زد، همینجا که بودیم یکی در خونمون رو زد، بعد مامانم در واقع دید کسی که نیست ولی یه دونه کتاب بیرون دره، کتاب رو آورد تو. بعد من گفتم خوره اون چیه و اینا، مامانم گفت نمیدونم یه کتاب عجیب غریبه به یه زبون عجیب غریب. حالا منو میگی استرسی شده بودم که این کتابو نابودش کن، این یا کتاب جادویی مادویی یه چیزی الان ما رو بدبخت میکنه. بعد ببین واقعا کتاب ترسناک بود. حالا کاری ندارم که مثلا من یکم وسواسی هم توی این قضایا و یکم شلوغ دارم میکنم، ولی واقعا کتاب عجیب غریب بود. کتاب بعدا فهمیدیم کتاب دینی هندیا بوده و خب ترسناک دیگه. آقا مثلا بگو یکی یه کتاب دینی بیاد بذار در خونتون، خب یعنی چی؟ آره. حالا یه عادت دیگه هم که دارم، من وقتی که از خونه میرم بیرون عادت دارم بگم که خدای بمیده تو. بعد اینا رو ربطی به خرافات و اینا نداره، یه عادتی که دوستش دارم خیلی. ولی مشکلش اینجاست که اینو توی یکی از ویدیوهای دیگه هم گفته بودم، مشکلش اینجاست که کسایی که تو ماشین با منن باید بگن همشون. خیلی الان خودم متعجبم از این چیزایی که دارم از خودم براتون تعریف میکنم. این چیزای این مدلی رو من دارم. و یه چیز دیگه ای که توی من هست و شاید تعجب بکنین الان شنیدنش اینه که شبا من با چراغ روشن میخوابم، نه یه چراغ کوچولو. کاملا اتاقم روشنه. این که خراب کردم آرش همو نگاه کن تو چه وضعی تو موهامو ببندم جلوهاشو میاد تو دست و پا. حالا آقا خلاصه‌اش هم بهتون گفتم، من شبا با چراغ روشن میخوابم. و این حالا کجا اصلا اومده؟ مثلا توهم اینو ندارم که یهو لولو خورخوره بیاد تو اتاقم. چند سال پیشا، خیلی سال پیشا، من فکر میکنم 14 سالم اینا، از یه مال مثلا 5-6 سال پیشه، خیلی سال پیشه. بعد ایران بودیم، تابستون بود، خیلی هوا گرم بود، اصلا
وحشتناک گرم بود، در حدی که باید همه کولرها رو روشن میکردیم. بعد آپارتمان بود، خونه مثل این که از گرمای زیاد وقتی که همه کولرها روشنه سیمای این چیزه مال برقه آب میشه، بعد آب میشه آتیش میگیره. من دقیقا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، ولی ما میخواستیم بخوابیم، من و مامانم دیدیم که آشپزخونمون داره آتیش میگیره، یعنی آتیش گرفته بود این قسمت کابینت ها، اینا واقعا داشت میسوخت و خونه پر دود شده. سرتون درد نمیارم، ما زدیم از خونه بیرون و فلان و اینا. شبش رفتیم خونه یکی از دوستامون موندیم. فرداش دیگه همه چی اوکی شد، برگشتیم کولر اتاق مامانم اینا کار نمیکرد. بابام هم مثلا نبود، بابام مسافرت بود و اینا برای کارش، من و مامانم بودیم فقط. شب مامانم میاد تو اتاق من میخوابه که مثلا خب کولر اتاقشون کار نمیکرد. این چرا اینجوری شده؟ کولر اتاقشون کار نمیکرد. بعد خب تابستون بود، منم بچه بودم، شبا دیر میخوابیدم. مامانم خوابید، بعد مامانم تا خوابید من پایین خوابیدم. نصف شب یهو دیدم مامانم از خواب پرید، شروع کرد به جیغ زدن. بعد منو میگه اصلا کرکوپرم ریخت. اینجوری بودم که یا حضرت عباس چی شد؟ یا خدا چرا جیغ زد؟ چی دید؟ در اتاق منم شیشه ای بود، یعنی مثلا اگه یه آدم از پشتش رد میشد تو سایه اون رو میدیدی. گفتم یکی رو دید. اصلا تا صبح که من توهم دوز و اینا داشتم بماند، خوابیدم. صبح که پاشدم دیدم مامانم دستش رو زده به کمر، اومده با لبخند به من میگه که دیشب من جیغ زدم فهمیدی؟ من گفتم که دیگه با اجازه بله اینا چی شده بود؟ با خنده داشت میگفتی چی دیشب تو خوابم؟ بچه ها خدای الان اصلا میخوام تعریف بکنم مو به تنم سیخ میشه. میگفت دیشب تو خوابم عزرائیل اومده بود. و من گفتم بله تو اتاق من؟ بعد داشت با خنده، خیلی خنده خنده داشت برای من خیلی اوکی عادی تعریف میکرد که چه شکلی بود تو خوابش طرف. بعد مثلا داشت میگفت که مثلا یه لباس مشکی حالت یه چیز مشکی تنش بوده، بلند و اینا، تدابطه افتادم. نه شبیه مرد بوده نه شبیه زن بوده، خیلی قیافش بد بوده. بعد داشت تعریف میکرد بهش چیا گفته تو خواب. بعد من اصلا اون داشت با خنده تعریف میکرد خواب و یکی دیگه دیده، من وحشت کرده بودم. توی بودم که اوکی اومده تو اتاق من. من از اون شب به بعد خدا شاهده از اون اتفاق مسلسل شدم. 6 سال 5 سال میگذره من با چراغ روشن میخوابم، یعنی چراغ اتاقم خاموش نمی کنم. خیلی رو ذهنم تاثیر گذاشته. این آخرین ویدیویی که براتون گذاشته بودم که سوخته بودم زیر آفتاب و اینا. تا اون روز همه چی خوب بود. از فرداش من لباس میخواستم عوض بکنم، میخواستم گریه کنم، یعنی انقدر درد میگرفت پشتم و پوستم و اینا، اصلا نمیدونی یه چیز وحشتناک. تا 3 روز که کلا من درگیر بودم، این موقع تمرین وای اسکواتی من که میخواستم بزنم، این بار که رو پشت من بود اصلا تا حالا همچه حسی رو نداشتم. یعنی اینطوری بودم که چشاتو ببن، رو دردش اصلا مهم نیست، میزنی تموم میشه میری. و آخر تمرین اون روز واقعا آماده بودم یکی اینجوری بکنه بزنم زیر گریه، انقدر که درد تحمل کرده بودم. حالا تو همه اینها گیر واگیرا یه دفعه ببین چی شد. وایسی موهامو ببندم. من هیچ وقت تو تمرین موهامو باز نمیذارم، هیچ وقت، مخصوصا روزایی که تمرین پا دارم، چون خیلی عرق میکنم و موهام اگه باز باشه وزمز میکنه و اینا. من امروز موهامو خوشگل کردم، دلم نمیاد ببندمشون. چی
میخوام یک مدل من درآوردی و متفاوت تر از همیشه کنم. حالت این مدلی جلو خیلی شور موها رو میبندیم. بعد همونجوری هم که باز خوبه ها، ولی گوجه میکنمش، میپیچونم 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 در پشت ببینیم. خیلی بد شد؟ میدونم. چیکارش کنم بنظرتون؟ ببین الان این لیوانی که دست منه توش چاییه. من همیشه این موقع با قهوه میخوردم دیگه، درسته؟ نه خیر، دیگه قهوه نداریم، چاییه. حالا چرا؟ همینو میخوام بهتون بگم. ببین من تو هم هاگیر واگیر که فکر کن پشتم اینا سوخته بود، دقیقا فرداش که رفته بودم تمرین و اون همه حالا مثلا فکر کن پشتم اذیت میکرد و این داستانا، حالم به شدت بد شده بود. یعنی سرم گیج میرفت، حالم بد بود، حالت تهوع داشتم و اصلا یه بیحالی عجیب غریب که مال مریضی نبود. فکر کردم شاید مال آفتاب باشه، یعنی مثلا گفتم آفتاب زده یه چیزی شدم، آب بدنم کم شده. فرداش دوباره همون جوری بودم و دقیقا موقع تمرینم اینجوری میشدم، یعنی نیم ساعت بعد زمانی که من قهوه میخوردم دوباره فرداشم همینطوری. یعنی من 3 روز پشت هم، تو فکر کن خب من خیلی وقته که اون اندازه که با قهوه میخورم و قهوه رو هر روز میخوردم، اون اندازه قهوه رو هر روز میخوردم، بدنم عادت داشت. درسته که زیاد بود مقدار شکم، ولی بدنم عادت کرده بود بهش. تو فکر کن قهوه رو من قبل تمرینم میخوردم که تو تمرین انرژی مینا خوب باشه، میخوردم توی باشگاه که میرسیدم انگار داشتم میمردم. یعنی انقدر بد بود، تمام دستام روزای دوم سوم گیز گیز میافتاد. یعنی احساس میکردم واقعا خطرناکه و واقعا نباید دیگه بخورم قهوه رو. باورم نمیشد، من همون اندازه همیشگی قهوه رو میخوردم ولی یه دفعه بدنم انگار قاطی کرد. خیلی نمیدونم چرا یه ها اینجوری شدم. بعد حالا تو همون هاگیر واگیر که داشتم بهتون گفتم مثلا احساس کردم یکی چشم زده تو چند روز، چون تو همون هاگیر واگیر فکر کن این اینجوری شده بود، حالم همش هر روز بد بود، از اون طرف پشتم اینجوری سوخته بود، از اون طرف دوشنبه که رفته بودم تمرین که گفتم میخواستم اسکوات بزنم بار رو میذاشتم اینجا اذیت میشدم، حالم هم چون بد بود اینطوری بودم که حال بدم نباید باعث بشه که نتونم خوب تمرین کنم و یه تمرین وحشتناک کردم که تا همین امروز صبح پای من همچنان درد میکنه و دردی که اصلا تا حالا نداشتم. یعنی مثلا خب تمرین خوب وقتی میکنی یکی دو روز باید یه درد داشته باشی، طبیعیه، ولی این درد رو، یکی اینکه این مدل درد رو تا حالا نداشتم، دو اینکه خیلی طولانی شد و اصلا انقدر زیاد بود که 2 روز اول راه میرفتم واقعا پاهام درد میگرفت موقع راه رفتن و اینطوری بودم که اوکی من قناس شدم، نابود شدم تو این چند روز، یه دونه دریا من فقط رفتم. نمیدونم چرا یه دفعه همه چی جهت برعکس شد با من، ساز مخالفی گرفت قهوه و نمیدونم پام اینجوری شد و تمرین پامو 2 روز مجبور شدم بندازم اون ورتر. یعنی من بعد 2 روز پیش دوباره دومی تمرینم میزدم، الان شده امروز. خلاصه که کلی قر زدم براتون. آره دیگه، خلاصه گفتم آقا یه چشی یه مشی یه چیزی من خوردم اینجوری شدم. بریم آقا جان، بریم یه تمرین درست حسابی. خدا شکر.
توتیا خانم کلید خونه رو باز یادش رفته و دو ساعت دیگه شاگرد دارم، باید برم سر کلاس، ناهارم هم باید بخورم، حاضرم باید بشم، گوشیم هم شارژ نداره طبق معمول. میبینی کارامو؟ من واقعا اینطوری هم که هنوز انگار بزرگ نشدم. یافه منو نگاه، یعنی من قبل و بعد تمرین. ماما این چه توتای ماشالله. توت نیست ماما، چیه؟ پس شاد بود. حالا چه فرق میکنه؟ یه چیز گفته توت نیست، گفت من مثلا این میوه ما دوباره خونه اومدیم بیرون. ساعت 5:37 است. خیلی دیرم شده. بایستا من میخوام خودم رو با این گربه بندازم. سب کن منو پیشی، کله پیشی نمیافته. چرا بایستا دیرم شده؟ خدایا، یعنی به خدا بعد موقع از دست کارای خودم میمونم. چرا؟ اوکی، حالا الان دوباره بایستا. چرا زوم شد الان دوباره؟ این افتاد، این اندازش با اون اوکی. منو همه سر این با این بهتر میشه. با چه نور خوبه اینجا. کلن امروز روی مود خوبیم، حس و حال خوبم. فکر کنم این ویدیو در آخر خیلی باحال بشه. توی تمام این ویدیوهایی که این چند وقت براتون گذاشتم، فکر کنم که جایزه بهترینشو بدم به این. اولین کلاسم تموم شد، برم سراغ دومیش. خیلی خستم خدایا. خسته نباشم، گشنم، خستم، یه عالم قور دارم مثل همیشه براتون، ولی الان کیفم رو برمیدارم و میرم. ببین این خیابونه که من دارم الان میرم ازش، تو مسیرمه، پر رستورانای آسیاییه. بعد رستوراناش همین کوچولو کوچولو، ولی همیشه که من از اینجا رد میشم، ببین یه جوری دل منو اینا آب میکنن. خدا بگم چیکارش نکنه. یه بوایی خوبی میاد از رستورانشون. الان میخوام بهتون نشون بدم اینجا رو. من آشنا دیدم باز یکی همکلاسیای قدیمی رو دیدم با باباش.
عزیزم خیلی مهربون بودن. ای میخواستم اینجا رو بهتون نشون بدم یادم رفت. خب ببینم مثلا این خیلی خوشگل و هوس برانگیز نیست، میبینی توش هیچ کس هم نیست. این بعد این به نظر بد نمیاد مثلا غذاهاشو اینجا زده. ببین به نظر خوشمزه میاد خدایی. اینجا هم فکر کنم البته شلوغه نسبتاً. اینجا که هیچی. ببینیم این چیه. وای بابا اینجا همیشه چیزای خوشگل و خوشمزه داره. اینجا به همه بینیاما برمی از اینا داره باورتی. حالا تازه من دارم از این ور خیابون میرم، اون ور خیابون پره. یعنی یه روز من فقط باید از اون ور برم که کل اونا رو به شما بتونم نشون بدم. یکم پیشم بوی سیب زمینی سرخ کرده اومد، اصلا حالم یه جوری شد. اونا الان همش رسونن تک به تک. زایه شدم، میخواستم برم از استارباکس بر خودم یه چیزو بگیرم، چون تا برسم خونه میمیرم از گشنگی. و به هم گفتن که فقط نوشیدنی میتونی بگیری، خوردنی هیچی نداشتم. زایه شدم، برگشتم با گشنگی میسازیم تا برسم خونه. خیلی از صبح خسته شدم، برای همین الان میخوام بهتون یه چیزی نشون بدم. ببین من واقعا خودم رو لایق این خوراکی خوشمزه ساعت 12 شب میدونم و میرم با این کاسه بر خودم تنها برشم میرم میخوابم. فردا شنبه است، براتون ویدیو جدید میخوام بگیرم دیگه. دوستتون دارم کلی. ماچ.